من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. صدق الله. در سورة مباركة طه واقع وجريان موسى عليه الصلاة والسلام بود که موسی فرعون را دعوت داد، فرعونی ها را دعوت داد، اما آنها به جای ایمان کفر کردند، به جای تسلیم مبارزه کردند و میدانی برای مبارزه تعیین کردند، شکست خوردند، جادوگران ایمان آوردند. بعد از اون فرعون وقتی که شکست خورد دست به خشونت زد، دست به ظلم و ستم زد، با بنی اسرائیل رفتار و رویه بسیار بد داشت، تا اینکه الله عزوجل به پیغمبرش به موسی علیه السلام دستور داد که شما هجرت کنید، شما بروید به طرف شام، اما به وقت شب ان عصر قبلا شما خواندید اسراء میگویند سفر شب را، به وقت شب شما حرکت کنید و به طرف شام برید، سرزمین آبایی و اجدادی برید. لذا الله می فرماید ولقد اوحینا الی موسی، بعد از اتمام حجت ما وحی کردیم به سوی موسی ان اسر بعبادی، اینکه به شب ببر بندگان من را، فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا. خب رفتند و دریا جلو افتاد، بنی اسرائیل ترسیدند، موسی علیه السلام اطمینان داد، الله دستور داد بزن برای آنان راهی را در دریا، راه خشک، یعنی عصا را بزن تا که راه خشکی درست بشه. راهای خشک درست شد، 12 راه درست شد. لا تخاف درکا ولا تخشا، نمی ترسی از دستگیر شدن، درک یعنی رسیدن اونها به شما، ولا تخشا و همچنین نمی ترسید، نترسید منظور اینه که از غرق شدن، از نابود شدن. فاتبعهم فرعون بجنوده، اناد فرعون، فرعون صبح خبر شد که بنی اسرائیل دیشب رفتند، صبح وقتی دیدند همه نیستند، خانه ها خالی هستند، سر کار نیستند، زفرعون
با لشکری تعقیب کرد. فاتبعهم فرعون بجنوده، دنبال کرد آنان را فرعون با لشکرش. فغشیهم من الیم ما غشیهم، پوشید آنها را دریا آنچه که پوشید، یعنی همه را غرق کرد. و اضل فرعون قومه و ما هدا، گمراه کرد فرعون قومش را و هدایت نکرد. اضل فرعون من طریق النجات، از راه نجات گمراهشان کرد. بعد از اون الله تعالی بر بنی اسرائیل منت ها را بیان می فرماید که ای بنی اسرائیل ببینید چه لطفی به شما کردم، از این دشمنی که شما از نامش می ترسیدید شما را نجات دادم. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، الان نوبت امت اجابت است. تا به حال امت دعوت بود، فرعونی ها. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم، ای بنی اسرائیل من شما را نجات دادم. من عدوکم، از دشمنتان. و وعدناکم جانب الطور الایمن، و وعده کردم با شما به جانب راست طور. راست طور با موسی علیه السلام، موسی را برای وعده کرده برای دریافت تورات. و نزلنا علیکم المن و السلوى، و نازل کردیم ما بر شما من و سلوى را. در اون میدانی که منتظر بودید موسی تورات را بیاورد، سینا یا ابتداء تیه بود، میدان سینا بود. کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از مالهای پاکیزه که ما رزق دادیم به شما، یعنی من و سلوى. ولا تطغوا فی، تغیان نکنید، از حد نگذارید در آن. فیحل علیکم غضبی، غضب من بر شما نازل میشه. تغیان نکنید، سرکشی نکردن را دو معنا کردن. بعضی گفتن تغیان نکنید به این معنا هست که ذخیره نکنید برای خودتان، برای شب شما، برای روز شما خدا میگذارد. اما اونها تغیان کردند، آنها ذخیره کردند. یا اینکه تغیان نکردن کنایه از ناشاکری است. ناشاکری نکنید، ناسپاسی نکنید. اونا ناشاکری کردند، همیش منت، همیش کفران نعمت. اگر ناشاکری کردید فیحل علیکم غضبی، بر شما غضب من نزول می کند، فرود می آید. و من یحلل علیه غضبی فقد هوا، هر کسی که بر او فرود بیاید، نزول کند غضب من، فقد هوا، هوا ای سقط فی النار، این انسان می افتد، در آتش می افتد. و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا، بشارت اخروی، همانا من بخشاینده هستم، غفار هستم. لمن تاب و آمن، برای کسی که توبه کند، تاب عن الشرك جلالا گفته، و آمن و عمل صالحا، و ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بده. ثم اهتدا، سپس بر هدایت بیاد، یعنی استقامه علی الهدا، بر هدایت استقامت کند، او را می بخشم. و ما اعجلک عن قومک یا موسی، ای موسی چه چیزی باعث تعجیلت شد، چرا اینطور زود آمدی؟ بعضی میگویند که این مربوط به اون واقعی هست که موسی علیه السلام قوم را 70 نفر را برداشته بود، یا برای معذرت خواهی رفت، یا برای اینکه بگویند که تورات کتاب خداست. اما اون واقع جدا هست. چرا؟ چون اینجا هست که موسی میگه هم اولای علی اثری، اونا پشت سر من هستن. و عجلت الیک رب لترضا، بار اله من زود آمدم تا تو خوشنود باشی. خداوند گفت پشت سر قومت گرفتار شرک شد. خب ببینید اون باری که قوم گرفتار شرک شد، اون بار با موسی علیه السلام کسی نبود، موسی تنها رفته بود. برای چه رفته بود؟ دریافت تورات رفته بود. بعد از 40 روز که آمد اونا شرک کرده بودند. پس این همون سفر است. اما
برای پشت سر اون قومی که پشت سر است دیگه توجیه میکنیم. به این صورت که مفسرین اینطور توجیه کردن که موسی را الله گفت که چطور سریع آمدی برای دریافت تورات، زود آمدی. و ما اعجلک عن قومک یا موسی، چه چیزی باعث تعجیل از قومت شد؟ یعنی پیش قوم بمانی، قوم را تبلیغ کنی. موسی علیه السلام گفت قال هم اولای علی اثری، اونا پشت سر یعنی نزدیکند، قوم دور نیست، نزدیکند، همینجا در نزدیک تور هستند، در سینا هستند. اما پروردگار من زود آمدم تا تو راضی و خوشنود باشی، کتاب را به من بدهی، کتابی که وعده کردی. اما الله به موسی خبر داد که موسی قوم به فتنه گرفتار شد. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، همانا ما آزمودیم قومت را بعد از تو ای موسی، و اضلهم السامری، و سامری آنها را گمراه کرد، یعنی سامری سبب شد. فرجع موسی الى قومه غضبان اسفا، بعد از انقضاء مدت میعاد، میعاد چقدر بود؟ 30 روز، تکمیل شد با 40 روز. موسی برگرد به سوی قوم در حالی که غضبناک بود و اسفن، اسف کنایه از حزن و غم شدید میگن، خیلی متاسف بود، یعنی خیلی ناراحت، خیلی غمناک. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، خطاب اول موسى بقوم هست، اي قوم آيا من وعدنا كردم، ألم يعدكم ربكم، آيا وعدنا كرد رب شما با شما وعده حسنا. منظور از وعده حسنا چی هست؟ تورات، کتاب آسمانی. متوجه هستید؟ وعده حسنه تورات هست، کتاب آسمانی که خدا به شما بده. افطال علیکم العهد ام اردتم ان یحل علیکم، آیا مگر عهد و زمان طولانی شد؟ طولانی شد شما شروع کردی به پرستش گوساله. ام اردتم، یا این که شما خواستید، ان یحل علیکم غضب من ربکم، اینکه فرود بیاید بر شما خشمی از جانب ربتان، شما خواستی به عذاب خدا گرفتار بشید. فاخلفتم موعدی، اون موعد من را شما خلف کردید، وعد خلافی کردید. اما جواب قوم، قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا، ما خلاف وعدت نکردیم ای موسی به اختیار خودمان، بملکنا یعنی بقدرتنا و اختیارنا، با قدرت و اختیار. ولكننا حملنا اوزارا من زینت القوم، اما ما حمل شدیم بر دوش ما گذاشته شد بارهای از زینت قوم، از زیورالات قوم. میگه این زیورالات مال قبطی ها بود که به دست اینها امانت مانده بود. فقذفناها، ما آنها را انداختیم، بنسبت به امر سامری، به امر سامری ما آنها را انداختیم در آتش. فکذالک القى السامری، این گونه سامری انداخت آنان را و تبدیل کرد، اونا را ذوب کرد، به شکل گوساله درست کرد. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، این سامری از قبیل سامرا هست و اینو میگن از همون ابتدا این منافق بود، با موسی علیه السلام همراه بود، اصل قومش گوساله پرست بودند و حب اون گوساله در دلش بود، دنبال فرصت بود تا قوم را گمراه کند. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، بیرون کرد برای آنان گوساله، یعنی جسد گوساله، جسدن این هم بدل است و برای حقارت است، نه اینکه گوساله حقیقی بود، بلکه جسد یعنی کالبد مجسمه. اما له خوار برایش صدایی بود. فقالوا هذا الهكم و اله موسى فنسیا، این هست اله شما و اله موسى، اما او فراموش کرده.
الله میفرما اینقدر عقل نداشتن، اینقدر درک نداشتن که همین گوساله حتی نمیتوانست یک جمله باشون حرف بزند. افلا يرون حماقت اول قوم، افلا يرون ان لا يرجع لهم قولا، آیا نمیدیدن که بر نمیگردان به آنان قولی، یعنی هیچ سخنی بر نمیگردان، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، و برای آنان مالک ضرر و نفع نبود، نه ضرر میتوانست دفع کنه نه نفع را میتوانست جلب کنه. ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم به، این حماقت دوم است که هارون تبلیغ کرد اما اونها گوش نکردند. چی گفت هارون؟ من قبل، یعنی قبل از برگشتن موسی، قبل از بازگشت موسی، یا قوم انما فتنتم به، ای قوم شما به وسیله این گوساله به امتحان گرفتار شدید، به فتنه گرفتار شدید، و ان ربکم الرحمن، همانا رب حقیقی شما رحمان است، ای قوم فاتبعونی، از من پیروی کنید، ولا تت و اطیعوا امری، مرا پیروی کنید و امر من را اطاعت کنید، فاتبعون فعلا و اطیعوا امری قولا، هرچی من بگم بگید. قالوا لن نبرح علیه عاکفین، بیان اناد قوم، همواره ما بر این عاکفین معتکف میمانیم، حتی یرجع الینا موسی، حتی که موسی برگردد. همونجا تنها نمانده بودن، ننشسته بودن، بلکه آواز میخواندند، صدا میخواندند و حتی کف میزدند، میرقصیدند. موسی علیه السلام وقتی که آمد از دور این صداهای طربشان را شنید. معمولا غیر الله پرستان همیشه دنبال این گونه طرب و عیاشی هستند. موسی علیه السلام بعد از اینکه از قوم تمام شد به هارون پرداخت، هارون را ملامت کرد و هارون را هم سخت گرفت موسی، دست به سرش گذاشت و دست دیگه به ریشش گذاشت و ریشش را کشید. قال یا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا، ای هارون چه چیزی مانع شد ترا اذ رأيتهم ضلوا، وقتی که آنان را دیدی که گمراه شدن، الا تتبعنی، چرا از من پیروی نکردی؟ پیروی موسی چی بود؟ تبلیغ. چرا آنان را تبلیغ نکردی؟ افعصیت امری، آیا امر من را نافرمانی کردی؟ من بهت نگفته بودم همیشه این قوم را تبلیغ کن؟ اما هارون جواب میده، قال یا ابن ام، هارون تنها از مادر نبود، از پدر و مادر بود، اما ذکر ام للاستعطاف، عطوفت و مهربانی را بیشتر چی میکند؟ جذب میکند. قال یا ابن ام، ای فرزند مادرم، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ریش من را و سر من را نگیر، من تمام هم مغمم را بکار بردم، اینی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، من که تبلیغ کردم اما درگیر نشدم یک گروهی را بر گروه دیگر، اگر این کار را می کردم اینها می زدن اونها را، با هم درگیر می شدن، من ترسیدم شما می گوید تفریق ایجاد کردی بین بنی اسرائیل، دو دستگی ایجاد کردی، ولم ترقب قولی و منتظر قول من نشدی، قول من موسی، قولی گفتن یعنی عهدی و قدومی، قرطبی گفته یعنی تو منتظر نشدی که من بیام و خودم با اونها صحبت کنم، به این خاطر من دیگه قوم را بر علیه قوم تحریک نکردم، فقط تبلیغ کردم. خب موسی متوجه شد که هارون وظیفه خودش را انجام داده. الان سوم خطاب به سامری، قال فما خطبک یا سامری، ما شأنک، یعنی شأن تو چی هست ای سامری، تو چرا این کار را کردی، از کجا این کار را کردی؟ سامری جواب داد، قال بصرت بما لم يبصروا به، من دیدم چیزی را که اونها ندیدند. اون چه بود؟
فقبضت قبضة من اثر الرسول. من قبضه کردم یک مشت خاک از اثر رسول. اثر رسول یعنی اثر حافر فرس الرسول. منظور از رسول جبرئیل است، فرستاده خدا. جای پای اسب را من دیدم، یک قبضه خاک برداشتم. فنبثتها، انداختم در اون گوساله. و کذالک سولت لی نفسی، نفس من این چیز را به من گفت، برای من مزین کرد، آراسته کرد. عنایت داشته باشید که مفسرین به صورت قطع نگفتند جبرائیل امین را کجا دید. بعضی گفتند شاید همین جایی که فرعونیا آمدند به موسی علیه الصلاه و السلام و لشکریان موسی نزدیک شدند. در کجا؟ در اون دریا، دریای قلزم، اون جایی که خداوند دریا را تبدیل به خشکی کرد، آب متوقف شد. موسی داشت میرفت و فرعون هم چون اونها امکانات داشتن نزدیک رسیدن. هر دو یک سر عرض کنم رودخانه موسی و بنی اسرائیل بود، یک سر دیگه فرعون و فرعونیان بود. همین وقت جبرائیل امین با اسبش آمد وسط، قرار گرفت که وقتی اینها به اونها نرسند. این زمان سامری دیده بود اثر اسب جبرائیل را، و در بعضی روایت های دیگه هست که هر جا که پایش را می گذاشت سبزه علفی می روید. لذا سامری دریافت که در این خاک حیات است. مشتی خاک برداشت و این روز اون خاک را در چی انداخت؟ در گوساله. لذا این کار را کردم. موسی علیه السلام هم متوجه شد که بنابر تسویل شیطانی هست و گمراهی و فریبی هست که شیطان او را دادی. لذا موسی گفت قال فذهب، قال وحیان از طریق وحی گفت، موسی از خود که نمیداند. فذهب، برو ای سامری، فان لك في الحياه ان تقول لا مساس، همانا برای تو در زندگی هست که به هر کس بگویی لا مساس، مرا دست نزنید، مس نکنید. میگویند که چنان مریضی الله عزوجل به او آورد که هر که دست میزد دو طرف تب میشدند، حالشون خراب میشد. سامری قبلا برنامه ریزی داشت که به عنوان یک سردار، به عنوان یک بزرگ قوم تعیین بشه. دیگه این مریضی که شد از همه چیز افتاد. و ان لك موعدا لن تخلفه، اون در دنیا بود، این در آخرت است. همانا برای تو ای ما ای سامری موعدی هست که لن تخلفه، هرگز تو خلف آن کرده نمی شوی. اول بنویس در آخرت. لن تخلفه یعنی لن یخلفک الله موعده، خداوند با تو موعدش را خلف نمی کند. الذی وعدک علی الشرک والفساد فی الارض، این وعده که خدا با تو کرد که در زمین وقتی که شرک و فساد کردی چه عذابی بهت میده. ینجزه لك في الآخرة بعد ما عاقبك بذلك في الدنيا، خداوند اون وعده را انجاز می کند، کامل می کند در آخرت، بعد از این که در دنیا الله عز و جل تو را به این کیفر عملت برساند. بله. وانظر الى، الان نوبت معبودت هست، خدای دروغینت هست. وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا، ببین اله و معبودت را، آن معبودی که بر او معتکف ماندی، یعنی بر او ماندگار شدی. لنحرقنه، البته ما حتما او را می سوزانیم. ثم لننسفنه في اليم نسفا، سپس ما به هوا می دیم، به باد تحویل می دیم در دریا. نسفا، نسف میگم پودر را، اون را پودر میکنیم و به هوا میدیم. نصفم پودر کردنی، ریزه ریزه کردنی، خاکستر کردنی، این خدا نیست که اینطور سوزانده میشه.
انما الهكم الله الذي لا اله الا هو جزئی نیست که معبود شما الله است آن اللهی که هیچ معبودی بغیر از او نیست وسع كل شيء علما آن الله همه چیز را از نظر علم احاطه کرده بس ببینید تا اینجا داستان موسی بود با فرعون موسی با بنی اسرائیل موسی با سامری این همه را رسول الله صلی الله علیه و سلم با زبان مبارکش که یک امی هست بیان می کند این دلالت بر رسالت آن حضرت می کند در اینجا جمله معترضه برای اثبات رسالت کذالک نقصه علیک من انباء ما قد سبق ای پیامبر من اینگونه ما نقص علیک تعریف می کنیم بر تو از اخبار ما سبق واقعات گذشته وقد آتيناك من لدنا ذكرا همانا به تو دادیم ای حبیب از جانب خود من قرآن را ذکر را من اعرض عنه فانه يوم القيامه وزرا تخويف اخروی هر کسی اعراض کند از کلام ما از کلام الله مجید فانه يحمل يوم القيامه اون انسان حمل می کند بدوش می گیرد در روز قیامت وزرم بار گناه را خالدین فی همیشه در آن بار گناه می ماند و ساء لهم یوم القیامت حملا الله می فرماید برای آنها بد می شه در روز قیامت از نظر بار این بار بار گناه بار بدی هست بار خطرناک و کمر شکنی هست یوم ينفخ في الصور روزی که در سور دمیده میشه سور را الله دستور میده بدمند و نحشر المجرمین یومئذ زرقا ما حشر میکنیم مجرمان را در میدان محشر در روز قیامت زرقا کبود رنگ یا رنگشون کبود است یا چشمایشون کبود است از بس کتک خوردند یتخافتون بینهم تخافت میگن آهسته سخن گفتن سرگوشی کردن آهسته آهسته مجرمین با هم صحبت میکردن این مجرمینی که در دنیا 70 سال 80 سال 90 سال عمر کردن اون روز از بس که هول است میگویند الا بثم الا 10 نماندید شما در دنیا مگر 10 روز فقط از بس که هول است میگویند الله می فرماید وان نحن اعلم بما يقولون ما بهتر میدانیم آنچه که مجرمان میگویند با هم اذ یقول امثلهم طریقه زمانی که امثل آنها بهتر آنها از نظر روش میگویند الا بثم الا یوما نماندید در دنیا مگر 1 روز اونی که عاقل ترش هست اینطور میگه از بس که اینا مدهوشن از بس که حواس باخته هستند و یسالونک عن الجبال این به معنی این یسالونک هست ای پیامبر اگر اینها شما را از کوها سوال کنند چون وقتی که می گفتم مشرکین وقتی قیامت بیاید زمین از بین بره این کوها کجا میرد وقتی که سوال کنند شما را از کوها فقل ينسفها ربي نسفا به آنان بگو که پودر می کند آنان را رب من پودر کردنی ریز ریز تکه تکه می کند فیذرها قاعا صفصفا می گذارد این زمین را میدان صافی قاعا صفصفا میدانی که هیچ علفی توش نباشد لا ترى فيها عوجا ولا امتا نمی بینی در آن میدان عوجن هیچ پستی ولا امتن نبلندی یعنی بالا پایین نیست زمین زمین همواری هست یوم اذی یتبعون الداعی سبحان الله تخویف اخروی است در آن روز همه مردم دنبال می کنند داعی را اونی که دعوت می ده مراد از داعی کیه یرید اسرافیل علیه السلام اذا نفخ فی السور منظور اسرائیل است اسرافیل است
وقتی که سور را می دمد، همه مردم پیروی می کنن، به طرف صدا می روند، می دمند. لا عوج له، یعنی هیچ نوع عوجی نیست، هیچ نوع کجی. به چه معنا؟ یعنی هیچ انحرافی از دعوتش نمیشه. او دعوت بکند کسی به سمت سوی دیگه بره، نه، همه مجبوراً به اون سمت می روند. لا عوج له، یعنی عن دعائه، از اون دعایی که فریادی که میزند و میخواند هیچ چاره‌ای نداره، به سوی او می رود. ای لا یزیغون ولا ینحرفون، کج و کوج نمی روند، منحرف نمی شوند، بل یسرعون الی، بلکه به سرعت به سوی الله تعالی می روند. ولا یحیدون عنه، از اون به سمت و سوی دیگه راه کج نمی کنند. ها یوم اذن یتبعون الداعی، همه از اسرافیل را دنبال می کنند. لا عوج له، که هیچ نوع انحرافی از دعوتش نیست. و خشعت الاصوات للرحمن، همه صداها برای رحمان، برای پروردگار پای می آید. فلا تسمع الا همسا، نمی شنوی مگر همس. همس می گویند صدای زیر لبی را، فقط کسی اگر با خود زیر لبی صحبت کند. یومئذ لا تنفع الشفاعه، آن روز روزی هست که شفاعت اصلا مفید نیست، شفاعت فایده نمی داد. الا من اذن له الرحمن، مگر برای کسی که رحمان راضی بشه. و رضی له قولا، برای او راضی بشه از نظر قول. ببین این دو تفسیر داره، قبلا خدمت شما عرض کردم. لا تنفع الشفاعت، یکی این است که شفاعت هیچ مفید نیست، نفع ندارد، مگر کسانی، شفاعت کسانی که خدا راضی بشه برای شفاعت اونها. این کسان یعنی شفیعان، استثناء شفیع است. کدوم شفیعان؟ انبیاء، اولیاء، علماء، صالحین، مؤمنین، اینها شفاعت می کنند. این خدایان باطل شفاعت نمی کنند. اینایی که مردم را به سوی عبادت خود فرا می خوانند، اینا شفاعت نمی کنند. بس این شفاعت است، نه شفاعت شما. دوم اینه که الا من اذن له الرحمن مشفوع لهم است، ای لمن اذن له، یعنی انبیاء و اولیاء و صلحاء شفاعت نمی کنند، مگر برای کسی شفاعت می کنند که خدا اجازه بدهد. خدا اجازه می دهد برای کی شفاعت بکنم؟ برای عصات مؤمنین، مؤمنانی که گناه کردند، موحدند، عقیدهشون خراب نیست ولی گناه کردند، برای اونها شفاعت می کنم. پس بحث مشفوع لهم هست، کسی که برای شفاعت میشه. او اولی بحث شفیع بود. لذا الله می فرماید الا من اذن له الرحمن، برای اون موحدی مؤمن گناهکاری که رحمان اجازه بدهد. و رضی له قولا، راضی بشه برای او از نظر قول و گفتن. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، میداند همه چیزی که جلوشان هست، همه چیزی که پشت سرشان هست، یعنی ما بین ایدیهم آخرت، ما خلفهم دنیا. ولا یحیطون به علما، اینها احاطه نمی کنه از نظر علمی هیچ چیزی را، یعنی اینها نمیدانند، الله فقط میداند. اون روز که میآید وعنت الوجوه للحی القیوم، عنت یعنی ذلت و خضعت، تمام چهره ها تسلیم میشه در مقابل ذاتی که حی و قیوم هست. و قد خاب من حمل ظلما، واقعا در خساره و در زیان است اون انسانی که بار ظلم بر میدارد، یعنی شرک، اون انسانی که مشرک و آلوده به شرک است. و من یعمل من الصالحات، بشارت عمل کرده مؤمنین هم ضایع نمیشه. و من یعمل من الصالحات، هر کسی از اعمال صالح انجام بده و هو مؤمن، شرط این است که اون مؤمن باشد. فلا یخاف ظلما ولا هضما، این انسان نمی ترسد از ظلم و نه حزم. حزم یعنی کوتاهی، ظلم زیادتی، یعنی
کاری نکرده برایش بنویسن. تو دنیا اینطوره، گاهی انسان کاری نمیکنه، به عنوان مجرم جرمی برایش درست میکنه، پرونده ای ثبت میکنه. این ظلم است. اونجا ظلم نیست، یعنی کاری که نکرده برایش نمینویسن. حزمن نقصانم نیست، یعنی عمل خوبی که انجام داده اونجا گم نمیشه، اونجا برایش نوشته میشه. حال ترغیب الی القرآن، و کذالک انزلناه قرآنا عربیا، این گونه ما نازل کردیم قرآن را به زبان عربی. و صرفنا فیه من الوعید، هر نوع وعید در قرآن بار بار بیان کردیم، بار بار گردانیدیم. لعلهم یتقون، شاید آنها بترسن از خدا. او یحدث لهم ذکرا، یا اینکه الله برای آنها یحدث لهم ذکرا، ایجاد کند برای آنها یادی. یعنی چه؟ الله عز و جل برایشان یاد کند، تذکر بدهد، تا حداقل اگر اونها توبه نمی کنند اتمام حجتی باشد، یادی شده باشد. فتعال الله الملك الحق، پس بلند و بالاست اون ذاتی که پادشاه مطلق و حق است. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، عجله نکن برای قرآن قبل از اینکه وحیش تکمیل بشه. یعنی لا تحرك به لسانك لتعجل به، بلکه درنگ کن، صبر کن تا الله وحی را کامل کند. و قل رب زدنی علما، تعمیل برای دعا، که امیشه دعا کن، بگو رب زدنی علما، پروردگارا بیفزا در من از نظر علم. زدنی بالقرآن و معانی، چون بحث قرآن بود، پروردگارا قرآن و معانی قرآن را بیفزا در من و علمم را اضافه کن. ولقد عهدنا الى آدم، خب بعد از اینکه واقعه موسی علیه الصلاه و السلام تمام شد و الله ذکر آخرت کرد، و در این ذکر آخرت هم تخویف بود، بعدا تبشیر، حال الله تعالی اجمالا بحث آدم را ذکر می کند و استقامت بر توحید آدم را. ولقد عهدنا الى آدم، علامه آلوسی میگه کأنه لما مدح سبحانه القرآن، اینجا قبل از آدم ذکر آدم بحث چی بود؟ قرآن بود. وقتی که خداوند قرآن را مدح کرد و حرز على استعمال التودئة والرفق في أقصه، و ما را تحریک کرد، تشویق کرد که با نرمی و رفق قرآن را دریافت کنیم، بگیریم. و عهد على العزیمة بأمره، و پیمانی که بستیم بر اینکه امر قرآن را به او عمل کنیم، عزیمت داشته باشیم. و ترک نسیان، فراموش نکنیم قرآن را. لذا الله تعالی نمونه از فراموش کاری ذکر کرد. فیه ضرب حدیث آدم مثلا للنسیان و ترک العزیمه، مثال سخن آدم هست برای اینکه نسیان کرد، اما به صورت عزیمت را ترک نکرد، به صورت قطع آدم نافرمانی نکرد. الله می فرمه فنسیه، آدم فراموش کرد. ولم نزد له عزما، ما عزمی برای آدم نیافتیم، یعنی عزمی نیافتیم. یک معنیش اینه که به صورت پخته ارادهی نیافتیم، اما بعضی گفتن عزمن یعنی استقامتن، استقامت بر آنچه که از اون نهی شده بود، بر او استقامت نکرد، اشتباه کرد. لذا تفسیر قصه این است. و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، یاد کن آن زمانی که الله ما گفتیم به ملائکه اسجدوا لآدم، سجده کنی برای آدم.
فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردن مگر ابلیس ابا، انکار کرد از سجده برای آدم. فقلنا یا آدم، ما آدم را گفتیم، این ترهیب ابتدایی هست، ان هذا عدو لك ولزوجك، همانا این دشمن تو هست، این شیطان و دشمن همسر هست، فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، مواظب باشید این دشمن شما را از بهشت بیرون نکند، فتشقا بدبخت میشید، یک معنی بدبخت میشید، یک معنی فتشقا در مشقت و زحمت میافتید. لذا ای آدم تو باید گرسنه نشی، تو باید لخت و عریان نشی، تو باید تشنه نشی. خب گرسنگی در صورتی است که از بهشت بیرون بشی، عریانی در صورتی است که از بهشت بیای بیرون، تشنگی هم هاکذا. پس کاری کن که از بهشت بیرون نیایی، ببین تو را فریب ندهد. ان لک الا تجوع فیها، همانا برایت هست ای آدم اینکه گرسنه نشی در این بهشت، ولا تعرا و بی لباس نشی، و انک لا تظمأ فیها، و همانا تو لا تظمأ فیها. ظمأ میگوین چی را؟ تشنگی را، تشنه نشی، ولا تضحا، زحا تابش خورشید را میگویند که یعنی بدون سایه در گرمی واقع نشی، چون بهشت جای سایه هست، بهشت جای نوشیدنی هست، بهشت جای بهترین پوشیدنی هست، جای بهترین خوردنی هست. همه این نعمت ها ببین از دستت در نره با فریب دادن ابلیس تو را. بله، فوسوس الیه الشیطان، شیطان به سوی او وسوسه کرد، این تشریح وسوسه. قال یا آدم هل ادلک، ای آدم آیا تو را راهنمایی کنم، علی شجره الخلد، بر درخت همیشگی، و ملک لا یبلا، و همچنین تو را راهنمایی کنم بر پادشاهی که لا یبلا یعنی لا یزول. میخوایی همیشه پا اینجا چنان ملکی و سلطنتی داشته باشی که هرگز زائل نشه؟ میخوایی که همیشه بمانی؟ پس از این درخت بخور. فاکلا منها، الله میفرماید هر دو خوردند از آن، داستانش مفصله، قبلا خواندیم در سوره بقره، بسیاری از مفسران میگن عین اون درخت را نخوردند، اجتهاد کردند مشابه اون را خوردند، یا اینکه فراموش کردند چنانچه اینجا آمده بود. لذا فاکلا منها، خوردند از آن، فبدت لهما سوءاتهما، ظاهر شد برای آنها عورت هایشان، و طفقا، دیگه از بهشت که باید برن لباس بهشتی از تنشون در آمد، و طفقا ای اخذا، شروع کردند گرفتند، یخسفان علیهما من ورق الجنه، می چسبندن بر آن دو یعنی بر شرمگاه هایشان از برگهای بهشت، و عصا آدم ربه فغوا، از آدم نافرمانی کرد ربش را، فغوا پس راه را گم کرد، یعنی راه را گم کرد، از بهشت دیگه به سوی زمین سرازیر شد. ثم اجتباه ربه، سپس او را ربش برگزید، فتاب علیه و هدا، الله بر او رجوع کرد و او را هدایت کرد. قال اهبطا منها جمیعا، الله گفت پایین بیایید از این بهشت همگیتان، بعضکم لبعض عدو، بعضی تان دشمن بعضی هستید، فاما یأتینکم منی هدا، اگر پیش شما از جانب من هدایتی آمد یعنی کتاب آمد، رسول آمد، فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقا، هر کسی که هدایت من را دنبال کند یعنی از کلام الله، اون در دنیا گمراه نمیشه، ولا یشقا از آخرت محروم هم نمیشه، از نعمت های آخرت محروم هم نمیشه. اما هر کسی که از هدایت استفاده نکرد،
قرآن استفاده نکرد بلکه اعراض کرد. این نتیجه اعراض از قرآن زجر و تخویف اخروی هم هست. فإن له معيشة ضنكا، همانا اول برایش زندگی تنگی خواهد بود. ببینید مگر هر کسی که در قرآن در دنیا از قرآن پیروی می کند زندگی خوبی دارد؟ حتما مادیاتش خوبه؟ نه خیر، لازم نیست، ولی همراه بودن با قرآن حداقل بهت قناعت میده. کسی که قرآن را رها بکند قناعت این صفت خوب ازش سلب میشه. تنها آرامشی که انسان در دنیا میگیرد با قناعت میگیرد. لذا عن ابن جبیر یسلبه القناعه، فان له معیشه ضنكا، یعنی چه؟ یعنی یسلبه عن القناعه حتی لا یشبع. قناعت را خدا ازش میگیرد تا که هیچ وقت سیر نمیشه. فمع الدین التسلیم والقناعه والتوکل، همراه با دین این صفات خوب، تسلیم، قناعت، توکل، فیکون حیاته طیبه، زندگیش زندگی زیبا و پاکیزه میشه. اما و مع الاعراض، هر کسی که از قرآن اعراض کنه، روی گردانی کند، الحرص و الشح، حرص صفات بد، حرص و بخل در درونش هست. فعیشه ضنک و حاله مظلم، زندگی این انسان تنگ میشه و حالش سیاه و تاریک. لذا الله میفرماید هر کسی اعراض کند از ذکر من، از کلام من، فان له معیشه ضنکا، برای اون انسان معیشه عیش تنگی هست در دنیا. و نحشره یوم القیامه اعما، ما او را حشر میکنیم در روز قیامت اعما، در حالی که نابیناست. ای اعمى البصر والقلب، این انسان تعجبا میگه خدایا چرا مرا در اینجا نابینا حشر کردی؟ من تو دنیا چشم داشتم. قال رب لما حشرتني اعمى، بار اله چرا مرا اعمى حشر کردی؟ وقد كنت بصيرا، و همانا من در دنیا بینا بودم. قال كذلك اتتك آياتنا، این گونه پیش آیات ما آمدی، یعنی چه؟ احکامات ما، آیات ما که بیانگر مسائل بودند، تو آمدی پیش اونها، فنسیتها، ترک کردی آنها را، فراموش کردی، یعنی ترک کردی. به چه معنا هست؟ علامه اندلوسی نوشته ای ان آیاتنا اتتک واضحه، آیات ما در دنیا پیشت واضح آمد، که ستنیره، که به هر حال باعث روشنی و نورانی بودنت بشد. فلم تنظر الیها بعین المعتبر، با چشم اعتباری و عبرت نگاه نکردی. ولم تتبصر و ترکتها، و خوب نگاه نکردی به سوی آیات، آیات را ترک کردی و عمیت عنها، از اونها نابینا شدی. فکذالک اليوم نترکک على عماک، به همون عمایت تو را میگذاریم. ولا تزیل غطاؤه عن عینک، این غطا و این پرده از چشمانت برداشته نمیشه. پس کذالک اتتک آیاتنا و کذا فنسیتها، فراموش کردی آیات ما را، همچنین امروزه فراموش می شوی. و کذالک نزی من اصرف ولم یؤمن بآیات ربه، الله می فرماید این گونه ما پاداش می دیم هر انسانی را که اصرف، ای اشرک جلالن گفته، هر انسان مشرکی که شرک کند، ولم یؤمن بآیات ربه، و ایمان به آیات پروردگار نیاورد، ولعذاب الاخره اشد و ابقا، الله می فرماید عذاب آخرت سخت تر هست و باقی مانده تر، تا دیر می ماند. تا دیر می ماند به چه معنا؟ یعنی تا ابد می ماند. ابقا هست، از همه چیز باقی مانده تر است.
أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. تخويف دنیوی. الله می فرماید آیا برای اینها واضح نیست؟ برای اینها روشن نیست؟ چقدر از اقوام گذشته را ما هلاک کردیم؟ اقوامی که اینها همیشه به مساکنشان می روند، بالخصوص قوم عاد و ثمود که همیشه در طریق تجاری اهل مکه بودند، همیشه خانه هایشون را می رفتند. ما هم گاهی آثار باستانی را میریم تماشا میکنیم، غافل از اینکه اینجا کی زندگی میکرده و چه عذابی بر او آمده. لذا الله میفرماید این دیدن، دیدن عبرت باشد. افلم یهد لهم، آیا برای این مکذبین روشن نشد، واضح نشد؟ کم اهلکنا قبلهم من القرون، چقدر از قرون گذشته را ما هلاک کردیم. یمشون فی مساکنهم، که اینها در مساکنشان می روند. ان فی ذلک لآیات لأولی النهی، همانا در اینها آیات هست برای عقل مندان، کسانی که خرد داشته باشند. ولولا کلمت سبقت، خب حال این سوال که همیشه مطرح می شده دوباره مطرح می شه که وقتی که اینها اینقدر کفر و انکار دارند، استهزاء و تمسخر دارند، چرا خدا عذابشون نمیده؟ الله می فرماید ولولا کلمت سبقت من ربک، اگر کلمه ای که قبلا سبقت کرده از جانب رب، کلمه یعنی وعده، وعده ای که الله تعالی قبلا اون وعده را کرده، اگر اون وعده نبود لکان لزاما، عذاب اونها را لازم میشد الان. اما و اجل مسمى، اون وعده مدت معینی هست، عذاب در همون مدت می آید. ببینی آلوسی اینو تفسیر کرده به این صورت، ای لولا العده به تأخیر عذابهم، یا عده، اون وعده ای که خدا کرده که عذابشون را تأخیر میده، فعلا عذاب نمیده. اگر اون وعده نبود، والاجل المسمى لاعمارهم، و اگر این اجل و مدت معینی که خدا برای عمر اونها مدت تعیین کرده، 60 سال، 70 سال، 100 سال، چقدر زندگی کنند، اگر این فیصله ربانی نبود، لما تأخر عذابهم، اصلا عذاب متأخر نمی شد. لذا الان که متأخر است عذاب، به خاطر این وعده هست. لذا الله می فرماید ولولا کلمت سبقت من ربک، اگر کلمه سبقت نکرده بود از جانب ربت، لکان لزاما، البته این عذاب لازم بود مجرمین را. و اجل مسمى، و اگر اجل مسمى نبود، این اجل مسمى اتفاس، یعنی لولا کلمت سبقت من ربک ولولا اجل مسمى، اگر این اجل مسمى نبود لکان لزاما، عذاب اونها را لازم بود. لذا حال تسلی برای پیغمبر، تسلی هست و همچنین به امر مصلح وادار هست. همیشه وقتی که غم می آمد، پریشانی می آمد، الله می فرمود به نماز متوجه باش. الله می فرماید فاصبر علی ما یقولون، ای حبیب صبر کن بر آنچه که آنان می گویند. و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، و تسبیح و حمد پروردگار بگو. این علاج حزن است، علاج غم. الله را یاد کن، تسبیح بگو، حمد بگو و نماز بخوان. اینجا تسبیح و حمد به معنی نماز است، مفسرین نوشتن. قبل طلوع الشمس، قبل از طلوع شمس، قبل از طلوع شمس چه نمازی هست؟ فجر. و قبل غروبها، قبل از غروبش، ظهر و عصر. این آیه هست که هر 5 نماز آمدن. و من اللیل، و من آناء اللیل فسبح، اطراف شب هم تسبیح بگو، یعنی بازم نماز بخوان و در نماز تسبیح و تحمید. این مغرب و عشاء شد، پس هر 5 وقت شد. و اطراف النهار، بالخصوص دو طرف نهار، یعنی به ویژه نماز فجر و عصر. ببینید این تکرار برای تاکید است، مثل حافظوا علی الصلوات، بر همه نمازها محافظت، و الصلاة الوسطى، بالخصوص نماز عصر. پس این نماز عصر جز صلوات هست،
اما جداگانه آوردن برای تاکید است. اینجا همچنین همه نمازها بالخصوص اطراف النهار، دو طرف النهار، دو طرف النهار صبح چون وقتش خواب است، وقت غفلت است، و عصر هم وقت غفلت است، غفلت با بازار، مشغول شدن با کار. لعلک ترضا، این نمازها را بخوان، شاید تو راضی بشی، یعنی به اعتبار اجر، به اعتبار ثواب الله تعالی بنویسه برای. ولا تمدن عینک، ببینید امر مصلح، چشم به عرض کنم خدمت شما که دنیای اونها، به تجملات اونها چشم ندوز، گرایش داشته نباش، اینها امروز دارن فردا هلاک میشن. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا، الله می فرماید که چشم هایت را قرار نده، چشم ندوز و چشم را خیره نکن. الی ما متعنا، به آن کالایی، متاعی که ما دادیم به آنان، ازواج منهم، انواع مختلفی، لذا به اینها نگاه نکن، با اینها فریب نخور. زهرت الحیات الدنیا، اینها فقط زهره و زیبایی زندگی دنیا هستند. لنفتنهم فی، تاکه ما بیازماییم آنها را، فیه یعنی به وسیله این دنیا. لذا تو فریب نخور، چرا؟ چونکه و رزق ربک خیر و ابقا، رزق پروردگار بهتر است و باقی مانده تر است، بقایش بیشتر است. و امر اهلک بالصلاة و اصطبر علیها، این بیان امر مصلح است که الان خواندیم در اوقات پنجگانه نماز بخوان، اینجا هست که اهل و عیالت را هم به نماز وادار کن، امر کن اهلت را به نماز، و اصطبر علیها، و بر آن استقامت کن. لا نسألک رزقا، ما از شما رزق نمی خواهیم، فقط عبادت می خواهیم. ای لا نسألک رزقا، به این معنی نیست که خدا نمی خواد که به خدا رزق بدی، نه، این که برای خودت رزق بیاری، این هم نخواست خدا، خدا خودتش بهت میده. علامه نصفی نوشته لا نسألک ان ترزق نفسک، نمی خواهیم تو که خودت را رزق بدی، ولی اهلک و اهل و عیالت را رزق بدی، نه، نه خودت را بده، نه اهل و عیالت را، نحن نرزقک و ایاهم، ما هم تو را رزق میدیم، هم اونها را رزق میدیم. فلا تهتم لامر رزق، پس برای امر رزق پریشان نباش، اهمیت نده. ز الله می فرماید که لا نسألک رزقا، ما رزق نمی طلبیم از تو، نحن نرزقک، نحن نرزقک، ما رزق می دهیم تو را، ما می دهیم، تو برای خودت هم فکری نکن، فقط نماز بخوان. ولا عاقبت للتقوى، عاقبت و انجام خوب برای اهل تقوا است. باز هم زجر و توبیخ بر عناد مجرمان، اینجا می خوانیم که اونها باز می گفتن چرا خب دلیلی که ما می خواهیم، معجزه ای که ما می خواهیم نمیاد، الله جواب میده. و قالوا لولا یأتینا بآیة من ربه، چرا پیش ما آیه ای نمی آید، معجزه ای نمی آید از جانب ربش؟ اولم تأتهم بینة ما فی الصحف الاولى، الله جواب میده آیا پیش آنها نیامد، بینه به من ظهور، آنچه که در صحیفه های اول هست، صحیفه های انبیاء گذشته، چقدر ظاهر، چقدر روشن اونجا به این قرآن خبر داده و از این قرآن اطلاع داده و از این پیغمبر، آیا اون مسائل روشن پیش شما نیامد؟ ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله، بس اینکه چرا عذاب نمیاد، پاسخ اون است. الله می فرماید اگر ما این قوم را با عذاب هلاک بکنیم قبل از اینکه قرآن و پیغمبر برایشان بیاد، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، بار الها چرا برای ما رسول نفرستادی، فنتبع آیاتک، تا
تاکه پیرو آیات تو باشیم. یعنی آیات را از طرف تو می آورد، ما از اون آیات تبعیت می کردیم. من قبل ان نذل و نخزا، قبل از اینکه ما ذلیل بشیم به عذاب و رسوا بشیم، چرا قبل از این خدا یا پیغمبر نیاوردی؟ یعنی این بهانه را می کردند، چون که جلو این بهانه گرفته بشه، لذا اول الله عز و جل شریعت آورد، پیغمبر آورد. اما بعض هم عذاب می خواهند، ای پیغمبر به آنان بگو منتظر باشید. قل کل متربص فتربصوا، هر یک از ما و شما منتظر هستیم، منتظر بمانید. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، فستعلمون ان قریب، یعنی دیری نخواهد گذشت، زود می فهمید. من اصحاب الصراط السوی، چه کسی هست اصحاب الصراط السوی؟ یعنی راه راست برابر. آیا ما بر صراط مستقیم هستیم یا شما بر صراط مستقیم هستید؟ ما بر هدایت هستیم یا شما؟ هر وقتی که عذاب بیاید مشخص میشه، عذاب برای کسی میاد که بر راه زلالت باشد. و من اهتدا، و چه کسی از ما بر هدایت است؟ نحن ام انتم؟ صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائله.